بچه ما اومدیم برای الیسا کابسن بخریم. کابسن پارسالی که بسرش خریدیم بهش خورده کوچیک شده. بعد با یه صحنه خیلی بدی مواجه شدیم. مادرکر و خیلی از شرکت های دیگه مثل فودلاکرز، مثل H&M، مثل ویکتوریا سیکرت، همه اینا دارن میبندن برای همیشه از لبنان میرن. و برای همین اصلا نیستی چی. حالا من یه فیلم گرفتم کوتاه براتون میذارم ببینیم. و اینکه حالا خب مغازه دیگه هم چک کردیم ولی چیز جالب پیدا نکردیم. ولی خیلی جالب دارن همش از لبنان میره، تخفیف گذاشتن زیاد. سلام 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 به همگی، من سارا هستم. زندگی من خیلی خوش اومدی. بچه ببینیم مادر که چه وضعیتیه. واقعا فاجعه است. خب ما تخفیف بود، یه چیزایی گرفتیم واسه بچه، هم از مادرکه گرفتیم هم از سی وای که گرفتم تخفیف داشتونم. ولی آره تمام این مغازه ها دارن برای همیشه میبندن. حالا من اونجایی که مجبورم صرف جویی کنم، حالا قراره فردی چه دیگه هم بریم هیچی دیگه. حالا من یه تصمیم دارم برای کابشن الیسا که برم خونه فردا اگه پیدا نکردم براش بهتون نشون میدم. بهتون نشون دم چه ایدیایی دارم برای کابشنش که حداقل امسال بپوشه. هم وضعیت اقتصادی خوب نیست، همین که جنس خوب پیدا نمیشه. آره اینم از ویکتوریا سیکرت. ببینیم تعداد محدود دادن میتونه بره تو بستن. ما دکر یه دونه میخریدی دوتا مجانی میبردی، بالاترین قیمت رو پرداخت میکردی دوتا جنس دیگه میبردی. حالا به چه سیکر نمیدونم چجوری شرایطش، ولی این وضعیت کرونا و وضعیت دلار باعث شده که لبنان به این روز بیفته. من نتونستم واسه الیسا کابشن خوب پیدا بکنم، یعنی پیدا کردم ولی اون چیزی که دوست داشتم نبود و اونی که دوست داشتم بسیار بسیار گرون بود و شرمنده من وسعم نمیرسه. وضعیت اقتصادی بیش از اندازه خرابه و قیمت ها بیش از اندازه بالاست و زمستون اینجا درسته که سرده، الیسا کابشن داره فقط یه خورده کوچیک شده. کجاش کوچیک شده؟ آستینش و پاچه شلوارش. خب و همونطور که گفتم من یه ایده دارم برای این جریان و بریم بتونشون بدم میخوام چیکار کنم. میخوای بریم مدرسه؟ آخ آخ
هر کی که میخواد فیلم یا عکس بگیره احتمالاً اتاق بچه‌شو تمیز میکنه، خوشگل میکنه، ولی من میخواستم به شما نشون بدم که این وضعیت اتاق در طول روز چندین بار به این شکل در میاد. آخیش. و این هیچ اشکال نداره. خب قبلا نصف این وسایل توی پذیرایی بود، ولی آره مامان دوستات میبینم. نه مامان میبینن، دوستات همه اینا رو میبینن. دولی. آره دولیات. خب بله داره نشون میده. خب من اینا رو واسه به دنیا اومدن الیسا به عنوان یادگاری درست کرده بودم. بله این تو شکلات بوده، اینا رو هم هدیه میدادیم. این هم تو شکلات بوده، این هم تندیس دستخواه الیساه تو ده روزه بشت درست کرده. این هم تولد یک ساله گیشه. خب آره این از وضعیت اتاق الیسا خانومه. اوکی خب این کاپشن و ژاکت الیساه که قراره درستش بکنیم. خب خب همونطور که میبینیم اینا خیلی خوشگله، نوعه، فقط پارسال پوشیده. حالا توی اینستاگرام اگه الیسا رو دنبال کرده باشین حتما تنش دیدین. خیلی خوبه، گرمه، قشنگه، فقط آستینش باش کوتاه و پاچه شلوارش. خب یه ژاکت من از یکی از دوستان گرفتم، بهش گفتم چی نیاز دارم، گفت من یه ژاکت دارم مال دخترمی که استفاده نمی کنم. حالا من میخوام از آستین این برای کاپشن استفاده کنم و از یقه این برای پاچه شلوارش. به نظرتون خوب میشه؟ خب اگه این کارو بکنم الیسا خانم دستش سرد نمیشه، من میتونه یک سال دیگه این کاپشن رو بپوشه. خب بریم ببینیم چی جوری میشه، با من همراه باشین.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ممنون که تا الان با ما بودین. براتون روزای خیلی خوبی را آرزو میکنم با اینکه خیلی سخته، مخصوصاً اقتصادی. ببینیم به همین راحتی هم صرفه‌جویی کردیم، همین که چی میگن؟ بازیافت. هم به محیط زیست کمک کردن، شما میتونین کار انجام بدین. منم بعدم نمیاد هر سال دخترم چیز خوشگل تر بپوشه، لباس جدید براش بگیرم، ولی امسال مخصوصا این ایده بهم دست داد که این کار بکنم. و حالا چه از این کار زیاد کردم براش بیشتر از لباس، چون میدونین لباس بچگونه به سرعت کوچیک میشه. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه شما از این کار کردین برای من توی کامنت بنویسین و سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت. میبینمتون. خدافظ. بگو خدافظ. خدافظ. همچنان ما تو اتاق شلخت الیسا خانومیم به اضافه وسایلی که من ریختم بزن و کلی کار داریم. خدافظ.